عجله رفتن بیرون، تلفن بهشون شد. بس چوپرا، این آمیتا پاچان پاچان فامیلی شد. بلش کن، پاسپورت حرف بزن. خیلی خوش اومدی، خیلی خیلی خوش اومدی. این بنده خدا پاسپورتشو گم کرده. وای، از کجا میدونستید که من دیوانه زعفران هستم؟ شوهرم کارخونه بسته‌بندی زعفران داشتن. ولی شما گفتید که شوهرتون فوت کرد. شما زنتون به خودتون نمیاریم مسافرت. من هنوز زن نگرفتم. البته در این سفر یک نور امیدی پیدا شد تا حالا ببینیم خدا چی میکنه. اوف. ابسولی مون پامشیر. من وزید مون اوکیا. Tout ce que j'ai demandé, c'est mon fils. Ce divorce m'a coûté toute ma vie. Mais non, c'est du chantage, monsieur. Rahman, bhai, aap befikar rahiye. Main Iran mein hoon. Ye mulk islami mulk hai. Yahan par tijarat, ziyarat, sab kuch hai. Aur acha zafran bhi hai. Bahut achhe quality ka zafran hai. Aap aaiye yahan par dekhenge aap kaisa hai. Woh rang de khune pe bol pe nahi shud. Kujoi mi miyat mere. Tu khwabam nahi didi ya khali zada bhi niyawaron. Aaiye taraf de ki faransavi sohbat kone bere aaiye taraf ek hindi sohbat kone bhi. Be qaul janab sarhang mige دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جان سوزن، ولی این کجا و اون کجا. آفرین آفرین. البته جناب سرهنگ همیشه مثالای بی ربط میزنه، الان بود یه چیز دیگه میشه. ولی نه بیشوخی مثل عاقبت نقد فروشی و نصیحه فروشی شده. نه میگم آنکه چشه آقا برام بریم آمیتا پاچامو جونه چوبرا جونه چوبرا. سلام علیکم. و علیکم سلام خانم. دیر شد آتش نمیارید؟ اول برین سفارت هندوستان و پاسپورت برگز هرچی هست بگیرید، بعد برید کارخونه. آره آره، این کارخونه با برادرزاده آقا ابریشمی قرار داره، بعد ببرمش اونجا. منظورم اینه که حتما برید اونجا این برگه رو بگیرید، بدون اون برگه بر نگرد. اون که 100% دیگه برگه هویت بعد داشته باشه. میخوام برمش هتل، چون خودش هم دیگه نمیاد تو لونه مشیری زندگی کنه، هر روزم با گریه مشیری بیداشه، $50 هم بده دیوونه است. بعدم شیر برام، کار که تو کارخونه تموم شد یک ضرب بیاید خونه. یه موقع نرید منم کافی شاپ رستوران اینا نرید. ما قرار داریم من کافی شاپ نه میارمش دیگه. چش بعدم شیر برام، این آقای چوپرا جلو بشینه، پوران خانم عقب. آه چش مراقب اصلا دلیل نرو عقب بشین. اصلا دلیل نداره بره عقب بشین، باید جلو بشینه دیگه. دلیل نداره چوپرا جلو ابریشمی عقب دیگه. چش پس من برم کاری دیگه نریم. چش من رفتم جاب سر. خوبی؟ آره خوب. چیزی هست که بخوای به من بگی؟ منظورت چیه؟ هیچی. منظورم اینه که چیزی تو دلت هست که بخوای به کسی بگی یا نه؟ بله یه چیزی تو دلم هست، ولی نمیخوام به تو بگم. اردشیر ما مثل برادری اصلا باشد. هیچی تو دل من نیست شارخ جان، هیچی تو دل من نیست. تموم شده رم حرفایی میزنه. اما من خیلی چیزها رو میدونم. یعنی چی خیلی چیزا چی میدونی؟ ما شیرازی ها عشق و بو میکشیم، میفهمی؟ مگه عشق بو داره؟ بله. چه بوی؟ بوی عطر نارنج. همچی که بوش کنی میچسبه به تنت. بلکن بابا من اصلا حوصله مثلا نمیفهمم تو چی داری میگی. اردشیر خان اینقدر صف نباش، شلش کن، دستتو بده من ببینم. تو چیته؟ چی کار میتونم برات بکنم؟ ها؟ شاروخ این یارو از کجا پیدا شد؟ ها؟ از بس که من میکنی. آره حالا هم چیزی نشده که. چیزی نشده؟ نه نه. من چیکار میتونم برات بکنم؟ چیکار؟ یه کاری کن این یارو اینجا بره.
خوبی که میره، زعفرانش خریده، پاسپورتش هم گرفته، میره دیگه از اینجا. خب این که زعفرانش گرفته، پاسپورتش هم گرفته، خب بره دیگه از اینجا. میره، فقط شما اجازه بده من مهری خانومو بفرستم پیش پوران. آره. کارو جمع جورش کنه. نه 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 نه، راجب پوران خانوم به مهری خانوم چندشی اینقدر این نسوندست نکن. مهری وارد چی کار کنه؟ نه اول من باید با کیان حرف بزنم، ولی تا اون موقع یه کاری کنین از اینجا بره. ببین شاروخ، خدا شاهد من خیلی به فرهنگ هندی ها احترام زارم، ولی از این یارو خیلی بدم میاد. بابا جون نگران نباش، اون دیگه اینجا نمیاد. دیگه نمیاد اینجا؟ نه خیالت راحت باشه. خوب خوبه، ویل کن خودتو. خوبم. ولش کن، شلش کن دیگه. ویل کن دیگه حالا. ویل کن ندارم. من باش نکنم جون سرگان خوشم نمیاد. اون شکلت برامن تنه امشب هندیه، به اینو بنداز گردنت خوش گلش. دیگه از من گذشته این کارا. او چونست پیر مرده حرف میزن یا پدر آرمانی خیلی جوانتر از این حرفه. بعدم قربونت برم این چوبا این همه زحمت کشیده رفته اینا رو گرفته بندازیم گردن. خودت بنداز. بعدش من میترسم سرهنگ ناراحت بشه. سرهنگ؟ مگه پدرت که اینجوری ازش حسابی داره؟ دور سرت بگردم من رفیقتی که بس دیگه است. یه امشب دور هم جمعیم، کیف کنیم، حال کنیم. میرم سربازی دارم برام تنگ میشه. نگو بابا جون یه همونه دلا قربونه. آقا بالیوودی ها زندگی ندارن، منم زندگی به پاچ. من تو بچه ها به خاطر شهرت از دست بدم؟ یعنی چه تو مشروشی؟ میگی مثلا منو طلاق میدی؟ اصلا به آخر پیش میاد دیگه. دوستان بفهمین دراکولاها دهن افتاد. دراکولا چی هست؟ یعنی اینا رو بخوریم خوناشام میشیم؟ منو که تو آشپزخونه راه نداد، علایی در اینو دادن بیرون، گفتن آناناس و موز. بیتی با ما حرف بزن. گرمیجات میخوام ببینم چیه این دراکولاداست. این دی چند تا میوه است با هم دیگه قاطیش میکنه. برام میشه بخوره. اگه دراکولا درست باشه برام چیکار میکنه؟ صبر کن معناشو همه بیاد. خودش بیاد عزیزم. این روسری رو خودش برام خریدن. آره بنده خودش آدم لارجیه. پیاده شد رفت کنم برای هر کدوم از این شالا $100 بیادش. ولی نمیارزه ها، اینا خیلی ارزون بود. بهرام چرا گفت؟ شاید بچه‌ها میکردم. آقا ما یه نیش ترمز زدیم، خیلی آدم تیز و بازیه. پرید با این تا چرخیدم دیدم 7-8 تا اینا تو دستش داره میاد. شالا اینا داشتم، ولی کاش میگفتی واسه بچه چیزی. قربونت برم، اسب پیشکشی رو که دندونشو نمیشمرن. حالا همینه که داده ازشون تشکر کن. دستشون ولی فکر میکنم این آقای چوپرا خیلی آدم دست و دل بازی. مرده. نه خیلی. آره خیلی خرج همین غذای امشب کلی هزینه کرده با این کادوهایی که برای ما گرفته. ولی فکر میکنم آره این حتما هندیه. نه معلومه ازش گرونم باید باشه. خیلی خوشگله. قشنگ بچا میکنه. $50 کم گرفتیم ازش. این با این بریزه به پاشش 100-150 تا میشد ازش. میگم بهتر نیست که بره آشپزخونه ببینه آقای چوبرا داره چیکار میکنه، شاید کمک چیزی بخواد. دست شما بشین بالای مجلس عین خانوما ازتون پذیرایی بشه. چیکار دارین دارن چیکار میکنن؟ یه ذره بشینیم آقایون پذیرایی کنن. چی داره درست میکنه؟ بچم ضعف کرد گشنه. فکر کنم از همین غذاهای هندی دیگه. فکر کنم شب دهن هممون وا بمونه. چرا؟ چون من باش رفتم خرید یه رون مرغ خرید 4.5 کیلو فلفل. آقای دلپاک کجا؟ فلفل رو پاک میکنم. آقای خوشبو، همه چی؟ سلام آقای دلپاک. سلام بابا. چرا آماده نشدیم؟ آماده چی؟ این منتظر ریستتون بودیم؟ بفرمایید. من اینو بالا کنار سر لاشغال پیدا کردم، نمیدونم. باشه من بعداً میگیرم. من یکم حساسیت دارم. بیاین دیگه همین امشب ببینین چه خوشگله. باشه. حالا پلیتون باشه میام میگیرم. شما برید من میام. برید من حتما میام. چرا اینجا واسدی؟ ببریم دیگه. جناب مهاراجه، شما همون هستی که میگفتی چوپرا اینجا نمیاد دیگه، پاشو اینجا نمیذاره ها. آخه من تنها وسط این همه آدم چیکار کنم؟ به مهری خانم که چیزی نگفت. نه اگه گذاشته بودی گفته بودم که اینطور نمیشد که الان این جناب چوپرا چمدون به دست در خونه بود. بیا بریم دیگه. کجا بیام؟ بیام اونجا کف بزنم برای آقای جبرسین؟ بابا جون مگه تو عاشقش نیستی؟ مگه بابا سیدا تو بیار پایین آبرو برای من نذاشتی. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. اردشیر مگه تو نمیخوایش؟ میدون خالی نکن، بیا بریم بابا، لجبازی نکن. نمیام. بیا بریم. نمیام. بیا بریم دیگه. نکن.
چقدر به من میاد شاده خیلی زحمت خیلی باحت چون برونزم از سال قبل من محبت نکردم خیلی ممنون آقای چوپان خیلی ممنون خیلی زحمت کشیدید واقعا ممنون این رفیق تازه خارجی من ها بین المللی هم انقدر لارج هم ببین داخلی ها چی هم بچه آقای چوپرا شما خیلی زحمت کشیدین خیلی ممنون حالا این همه توی آشپزخونه بودین برای ما غذا چی درست کردی؟ بنده دو سه تا غذای هندی که باب طبع همه شما باشه یعنی چیکن کری و مسالا دال هست و زیرا چاول هست اینا رو پختم و در یک ساعت آماده میشه صرف شام میشه برای من و خواهر اصلا تو این چیکن کاری و زیبا چقدر غذاهای تندو جوشونه نسوختید ولی واقعا غذای هندی فقط فلافل ایران پر از فلافل منم بلدم درست فلافل که مال جنوب خودمونه چی باشه یه لحظه اصلا این بحث خورد و خوراکو بذارین کنار من میخوام یه کاری بکنم یه عشقی دوره هم بکنیم کدوم شما صدای مثل چوبرا رو شنیده من نشنیدم چرا ما قبل شنیدم برام خونالدیتم نکن بابا چه اذیتی آقا اصلا میگم باورت نمیشه تو ماشین داشتم رادیو گوش میکردم یه آهنگ اومد یهو شروع کرد باش خوندم ایرونی میخونه صدا میگم مخملی فارسی میخونه باورت نمیشه آقا یه دست به افتخار واسه چوپرا چله افتخار آقا چوپرا به بفرمایید جناب بهرام خان مراقب که هستید شونات مراعات بشه اینجا خانواده آره مجازه مجازه بخون جناب چوپرا مراقب هستید که یکم صداتون رو خیلی بالا نبرید چون همسایه ها ممکنه ناراحت بشن همسایه داریم؟ ما همسایه هستن این برا نداریم کو تا همسایه اون بر اینجا بمب هم بتره که صدا بیرون نبره بفرمایید خواهش کنم بخونید جناب چوپرا پس لطفاً کوتاه باشه که شام پدر من میشه اجازه بدین شروع کنن به خوندن بفرمایید شروع بکنید لطفاً مثل همه خواننده ها که میگن که ما اینجا حنجره هم امروز گرفته سرما خوردیم حالش نداریم منم یه عذری دارم که من درست بلد نیستم این آهنگ سعی میکنم بخونم براشون آقای چوپرا ناز نکن بخون دیگه مریم جان مریم چشما تو با کن سری بالا کن سری بالا کن در اومد خورشید در اومد خورشید شد هوا سفید شد هوا سفید وقت اون رسید که بریم به صحرا نازنین مریم نازنین مریم جان مریم چشمتا وا کن سری بالا کن در اومد خورشید شد هوا سفید وقت اون رسید که بریم به صحرا وای نازنین مریم وای نازنین مریم دمت گرم مرسی مرسی ممنون 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 رنگ صداتون رو خیلی دوست داشتم چقدر عالی بود چقدر شما فارسیتون خوبه باریکلا آفرین آقای چوپرا شما منو 30-40 سال بردید عقب رفتم به گذشته تو خدا بران جو خودتو ناراحت نکن دیگه اون گذشته ما که بد بوده اصلا بدون نمیاد که اینقدر قدیمی باشید شما تعارف میکنی؟ نه بابا نه بزنیم دست به تخته اصلا بهتون نمیاد آره نه 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 چه بگرد من از خواستم فضا عوض چیم اصلا شاد چی گه باز گرد یه بگرد من فقط میخوام باشه باشه چی میگه ببین
ما وقتی که برمیگردیم شما اصرار کن که من آواز بخونم. آواز بخونی؟ اگه بلدی؟ آره ببین خیلی اصرار بکنم، من ناز میکنم، شما هی اصرار بکن. حالت خوبه؟ آره چیزیت نیست؟ بریم آره میگم ها؟ خب یه کار دیگه بکن. چیکار؟ شعبده بازی بکن. شعبده بازی؟ ها اینجوری تو بابا دیوانه یا میگم میخوام دستشون درد نکنه، خیلی خجالت زدم و بعد شال رو سری. She said مریا بیبی شکری بلتیه. دوستو توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، شما میدونید جناب سرهنگ صدای خوبی داره؟ نه نمیدونستید؟ واقعا؟ بله صدایی دارن ملکوتی. بله آقای خلیل‌زاده. نه بابا من اصلا نمیخونم. اختیار داری؟ اجازه بدید شما جناب سرهنگ بفرمایید. ول کن خلیل زاده جان، ول کن بابا این حرفا چیه؟ آقای دلپاک بفرمایید. مستفیزمون کنید خواهش میکنم، شکست نفسی نکنید بفرمایید. بسیار خوب چون اصرار میکنید باشه چشم. میخوایم بریم بعد شام بخونه اگه موافقین همه ها؟ نه نه شکم پر. نه نه میخونم میخونم. جان مریم چشماتو وا کن، منو نگاه کن، آمدم خونه شونه به شونه، آمدم خونه نازنین مریم، آی نازنین مریم. باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، آی کاش میخوابیدم، آی تو رو خواب میدیدم. ببخشید من گلون گرفت، بعد برم آب جوش بخورم. من معذرت میخوام. ببخشید زن عامله تو این خونه نگو دیگه، به خونه بچه سطحی واقعا زمینه صداشون عالیه. بله بله عالی بود، عالی بود. برام چه نمیکشیم من گوشنامه. من بعد عمری اومد بعد زندگی بخورم، بعد وایس جناب سرنگ بیاد تقریبا با هم بذار عزیزم بیان قربونت برم میکشیم. عزیزم دو دقیقه وایسا. واقعا راست میگید، تو این ایران بعضیا خیلی بد رانندگی میکنن. بهرام هیچی خوب نباشه دست فرمونش عالیه، یعنی من اصلا عاشق دست فرمونش شدم. بابا چیزی نیست که اینا گفتن رو، حالا چون دیگه مهناز جون بحث باز کرد، من تو رالی ایران تو بخش مردان من اول بودم دیگه. برنامه رضایی سرچ کنید هست. بله تو بانوانم زهره وطنخواه بود. آره زهره کیه؟ زهره چرا به من نگفتی؟ بابا اصلا بحث ما رانندگی مگه نبود؟ من اینقدر معروف بودم تو سرسبی باعث افتخار و محل بودم دیگه. سر خوشبونا خانم دستی رو میکشیدم، ماشین میچرخه تو سرسبی وای میساد، انگار یه قرن ماشینا اونجا وای ساده لاکرده. چی میگی آقا؟ برای مسئله سر دست فرمون و خوب رانندگی نیست، سر حادثه است. حادثه هم خبر نمیداد که یک دفعه میایم. من خودم موتور سوار بودم. چی چاله؟ بله موتور سوار درجه یک بودم. میخواستم هم در مسابقه موتور سواری هم شرکت کنم و شرکت کردم، ولی بعد از اون یک حادثه رخ داد با من. الله اکبر، دیگه پدرم اجازه نداد. میری جون من دوران نوجوانیم خیلی پرهیجان و شاد و سرحال بودم، بعد عاشق موتور بودم. حالا فقط نوری پوران خانم بشینه پشت موتور چوپرا. هنوزم من تو موتورم مقام دارم. بفرمایید. من هنوز از اون آوازی که خوندم گلوم ما که حضرشو بردیم. ببین چیکار کرده مستر چوپرا، چقدر خودش خوشرنگ شده. بله حتماًم خوشمزه است. چرا حالا دو تا درست کردین؟ این چیه اون چیه؟ بله این دو مدل برای اینه که اون که
فقط برای طعم ایرانی ساده. خب این یکی غذای اصل هندیه، پر فلفل. پس باید دستور پختشو به من بدین. ولی من یاد میدم به شما، الان شروع کنید. شما از این ساده بخوری یا من بچه ها زیاد نیست بسه من رو شد. شما هم ساده میخوری آقا بر. دیگه اصلا چه دلیلی داره آدم به سوس بی خودی برنس کافی تو زندگی میسی میده رو زیاد میشه آمانزازی آقا بر رو بسته 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 امتحانش کنم کارنال شما چرا نمیکشید؟ خیلی ممنون براتون بگشم؟ نه ممنونم از کدوم بگشم؟ معمولی یا از اینا مردفکن؟ مطمئنن مردفکن و مردونه من خودم میکشم قادرم مثل من مردفکن دوست دارم نخور آتیشت میزنه نخور بذار آتیشم بزن بذار آتیشم بزن آقای چوپرا شما تا کی ایران تشریف دارید؟ راستشا من فقط برای بزنس نیامدم اینجا یک کار مهمی هم دارم اینجا ولی چطور بگم به شما منتظر یک جواب منفی یا مثبت هستم از یک بانو اینا بلا پشت در وقتی بر شاید جواب مثبت بگیریم هرچی سلام هرچی سلام هندی بازیه دیگه نه ما درخت داریم چوپرا سلمان خان ای بابا بیداری بیا بیرون بابا باهات کار دارم سلام 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 شاروخ زیباروخ ماشاءالله خیلی میخوابی یا سلام سلام خانم زعفرانی خوبین آقای چوپرا روزت بخیر باشه آقا افشینه بردار زیده آقا افشینی میخواستن همین راجب السی و بانک و عرض و اینا صحبت کنن گفتم بهتر با خودشه افشین جا با آقا چوپرا صحبت کن خدافز دست شما درد نکنید سلام سلام آقای ابریشمی جونیور خوبی عدید؟ خیلی مرد شاد و سرحال پر انرژیه خیلی آره خوش به حال زنش اگه زن داره؟ من نمیدونم فقط زمینی اینطوری فهمیدم که مثل اینکه میخواد توی این سفر ازدواج کنه قصد ازدواج داره میگم راستی جم سرنگ رو ندید شما؟ نه چطور مگه؟ هیچی از صبح تاله دارم دنبالش میگردم نیستش نمیدونم کجا رفته نمیدونم نکنه مال باخته است وای چون موتور قشنگی داره خیلی موتور قشنگه بیا بریم بریم کیه بیا بریم ببینم ای اردشیر توی موتور از کجا آوردی؟ قابل شما رو نداره آقای دلپاک چه موتور قشنگی چقدر بهتون میاد ممنون مال یکی از دوستان ماشین منو میخواست برای آفرود توی کبیر بعد این موتور رو داد دستم یه چند مدتی دست من باشه اون وقت این لباس و کلاه عینک بله اینا مال دوستمه ولی گفتش که اگر میخوای پلوت باشه بمونه پلو من موتورم میتونه پلو من بپوشه چطور آقای چوپرا این موتور این لباس چقدر بهت میاد ماشاءالله تا به حال یک چنین موتوری سوار شده بودین این موتور که آرزوی جوانم بود خب آرزو بر جوانان عیب نیست ولی اگه یه موقعی سوار شدی این خیلی بزرگه مواظب باشین خطر داره برای شما خب کسی هست بخواد سوار موتور بشه پشت من بریم دور بزنیم من آقا من خیلی دوست دارم من سوار کنیم نه یه کسی که دلش بخواد باد بخوره تو صورتش اینطوری و اینا خب من دیگه من دلم میخواد پشت موتور بشینم نه باد بخوره به صورتم و های یعنی منظورم اینه که کسی که
قلبش تند میتپه هر وقت موتور رو میبینه از بچه. بابا جون من از بچگی دوست داشتم پشت موتور بشینم، بابام نمیذاشت. نه نه نه، منظورم اینه که کسی که مثلا پدرش اجازه نمیداده بچه ها. من پدرم اجازه نمیداده. خواهش میکنم آقای خلیزادم ها، چون که من خیلی میترسم از موتور، اما دلم میخواد که بشینم پشت موتور. منو بشو تا مهری نیومده. منو بشو، خواهش میکنم. دست درد دیگه کم کم دارم از شما خیلی خجالت میکشم. همش دارم وقت شما را میگیرم، همش دارم مزاحم میشم. خدا ببخشید. نه خواهش میکنم، بفرمایید. چه استارت خوبی زد. من تو این ده تا خواستگاری که داشتم هیچ کدوم همچین استارتی نزده بودم. ماشاءالله. چرا اینجا وایسادی مهری جون؟ یواش. چی شده؟ هیچ، یواش. میخوام یه چیزی بگم، گفتنش سخته خانم. شاید فکر کنید که من خیلی تقاضای بزرگی رو دارم میکنم و شایدم وقت مناسب نیست که اون حرفا رو بگم، ولی چه کنم، دیگه وقتی نمونده باشه برگردم. ولی میخوام حتما قبل از برگشتن این کار انجام بشه خانم. نه نه، شما راحت باشین، بفرمایید، من گوش میکنم. حتی مقدر میخوام بگم به شما، سرنوشت میدونید که چه بازی هایی با انسان میکند. همین الان مقدر خودم ببینید، در ایران، در کشور شما، من باعث این مقدرم، اون امیدی که داشتم، اون حسرتی که داشتم که یک زن رؤیای خودم را پیدا کنم، اون پیدا کرد، تحویلم داد در این کشور، اونم بعد از مدت‌ها این زندگی تنهایی. ببخشید، حالا شما واقعا فکراتون رو کردید؟ تصمیمتون جدیه؟ وقت من به دوستان اطلاع بدم؟ بله خانم، من مطمئن هستم. هیچ شکی در این نیست که من زن ایدئال خودم رو پیدا کردم. من دیگه میتونم بپرسم که شما این خانوم رو کجا باشون آشنا شدین؟ دو سفر قبل که آمده بودم به ایران، رفته بودم مهمانی یکی از دوستای خودم. یه قفولم نده بچم دیش رو. اونجا خانوم لایه داریم، همون دکتر خاله شون میشد، دکتر خاله دوستم. گفتم سر پیچ وزنتو نده یه طرف، میدی اینجوری میشه دیگه. چی بابا سر اومده؟ هیچی بابا. این لباسا چیه تنتونه؟ دیگه رفتیم با سرنگ پشت موتورش سوار شدیم یه دور بزنیم، خوردیم زمین. بعضی ها زدنمون زمین. آخه نمیگی ضربه مغزی بشی؟ بر چی باید پشت موتور سوار شی؟ میری آرزو داشتم دیگه، میخواستم آرزو به دل نمونم. خب اینجوری اگه ضربه مغزی میشدی من چه خاکی باید تو سرم میریختم؟ تازه عروسی اینا رو به هم میریختی. عروسی کی؟ عروسی کیه؟ اینا. همین که این خانم را دیدم، یک نظر در قلب من یک صدایی آمد که اگر زن رویای تو بر زمین هست، همین است و همین است و همین است. آقای چوپرا، من به دوستان چی بگم؟ ایشون بگید آقای چوپرا اینجا غریب است، خانواده‌ای نداره، بر مبنای انسانیت، دوستی، هر چی که باشه، اگر همراهی کنن و با او برن برای خواستگاری، خیلی احسانمند همه میشیم خانم. اجازه میدین من با آقای دلپاک، آقای خلیلزاده، مهری جون بگم شما رو همراهی کنم؟ امر خیره، اگه اجازه بدین منم همراهتون میام. بله بله که بله، خیلی کار خوبی دارین میکنید، احسان بزرگی برگردن منم. و اگر خواهرانو بیان تشریف بیارن. خدا قدمش رو. الان میخواد بره خواستگار یکی دیگه. از بوران جون الان خوشحال باشین یا ناراحت؟
علیزاده هم بچه است و هی بهش میگم بابا جان من قلقلکی هم دست به این کمر من نزن من قلقلکی هم خورده بزنم قضیه موتوره چیه بابا؟ چه قضیه موتوره؟ دوست من میخواست بره کویرگردی گفتش که ماشینشو ماشین منو بگیره موتورشو بده به من بابا من که بچه نیستم راستشو به من بگین این موتور ربطی به حرفای دیشب پوران جون داره؟ پوران جون؟ پوران خانوم؟ نه ربطی نه چه ربطی داره؟ ربطی نداره پوران جون امروز منو کشیدن کنار همه چی رو برام تعریف کردن گفتم با آقای سرهنگ بگو انقدر با آقای چوپرا بدرفتاری نکنه من با آقای چوپرا بدرفت من چرا با آقای چوپرا بد من کاری ندارم با آقای چوپرا که بخوام بدرفتاری کنم که ایشون میگه با آقای چوپرا بدرفتاری کرده بابا من دخترتونم به قول خودتون تنها کسی هم هستم که دارین با من رو راست باشین رو راستم من ناکنین عاشق شدین عاشق شدم من عاشق شدم من عاشق شدم اصلا اون کسی که فکر بکنه بعد از مادر خدا بیامرزت من عاشق میشم سخت در اشتباهه بابا حالا ممکنه مثلا من عادت کرده باشم علاقه داشته باشم ولی عشق اصلا حرفشو نزن بابا آخه من که نمیتونم عاشق بشم چون مادرت ناراحت میشه مامانم ناراحت نمیشه مامان خیلی هم خوشحال میشه تو چی؟ اگر تو بخوای ناراحت بشی گور بابای دل من امکان نداره عاشق بشم من نه تنها ناراحت نمیشم خیلی هم خوشحال میشم خیلی هم راضیم چون خیلی پوران جونو دوست دارم منظورم متوجه شدی خیلی زده من صدا میکنم منظورم متوجه شدی فهمیدم کی ضرر کردی نظرفای من آقا این بار برام ببینین چی میگه بریم به پوران خانم بگین این زن عاقل و بالغیه قبول میکنه خودش انتخاب میکنه دیگه برام مگه مناقصن اینجوری حرف میزنی آقا اصلا راست میگه به نظر من بریم بزنیم یارو رو ناکار کنیم میگم جون برنامه بهترین راهه خلیزاده همه اینا تقصیر توه ها چرا؟ همه اینا تقصیر توه منو کردی سقز دهن این جوونا رفتی به همه گفتی همه میدونن کسی که نمیدونه فقط شیخ حافظ شیرازیه حرفای میزنی البته اونم خیلی مطمئن نباشید شاید از آقای حافظم فال بگیریم اونم بدونه جناب سرهنگ سلام این خدمت شما نو نوار آخری مد خلازی نیو کالسچنه دمپا کوتاه استرج پاره پوره در حد نوعه ها دستی آقایی بوده فقط میرفته جلو دوربین لنز رو پاره میکرده میومده این چیه؟ شلواره دیگه بپوشین یارو روزی سه دست لباس داره عوض میکنه این شلوار قرتی بازی و خارجی رو من بردارم بپوشم شما چیه اصلا بورینگی نمیجوری چند ماه دورخ لباس این نیست که با لباس سرنگ هم خوبه بابا خوش لباسه یعنی کاش مو میکاشی سرنگ حالا دیر نشده که بذرشو بریزی کم کم در میاد دیگه یه جوونم بزنه یه کف مشکی کنه باحال میشه نه مو بکارم من سختم نیستا همینجوری یه دونه این پیاز این خط تو میگیرم میره هر جا خالی بود میپاچن اونجا پیاز زخیم مشکی هم خواستی من در خدمتم خلیل زاده جان اینا چی دارن به من میگن اردشیر اینا رو ول کن حرفا اینا رو ول کن بابا جون این لباسی که میبینی آوردن اینجا که شما رو نونوار کنن خوش تیپت کنن که جلو اون طرف کم نیاری همین دمت گرم من همینم که هستم خوب نیستی چی هستی اگر منو میخواد من همینم که هستم با همین لباس و با همین اخلاق مزخرف قبول کردی یا کی اردشی کی طرف اومد خواستگاری کرد و رفت پوران خانم تو خوابم نمیدید سرش در باشه خدا شاهده احتمالش احتمال خوردن سائقه به بدن انسان برو خواستگاری کن اردشیر مرغ از قفس پرید ببخشید اینو میگم آقای چوپرا ولی فکر نمی کنین تفاوت سنی شما با عروس خانم خیلی زیاده خانم من سنی ندارم این مو هم سفید شده اونم به خاطر یک اتفاق بد خانم من چی بگم یک حادثه بسیار بدی بود چه حادثه؟ باور نمی کنید رفته بودم برای خرید همین ادویجات یک استان بنگال بعد توی کشتزاری که اونجا ادویجات هست وایساده بودم نزدیکم جنگلم بود من به آرام وایساده بودم دیدم خانم یک دفعه یک ببر راست جلوی من وایساده ببر واقعی بنگال خیلی بزرگ گوزه جدا خدا خودم ترسیدم لرزیدم چیکار کنم این جایی نبود که خودم قایم کنم بدون فرار کردم یه درخت بزرگی بود اینجا رفتم پشتش قایم شدم اینا
ولی دیدم داره میان. این بر برم، این بر اومد، این بر رفتم، این بر رفتم. چی تیپی زدی سرنگ کت مخمل و پیرن آبی و دمت کرد شلوار من زنداش کرد خیلی خوب شده ببین آقای چه قرتی بازی داره در میاره جلوی خانم ابریشمی سرنگ ببین چه دلبری داره میکنه میبینی حالا خودتو منقبض ارتشی نجام برو تا دیر نشده نجات بده بابا جون اسم بچه شونم گوشتن تا دیر نشده چی؟ فرنگ کاش چتر میبسی یا پشت اون میپریدی پایین مگه بچه بازیه هراش میری برم حالش نکن برم سم که میخوای چند بابا جون هر چی قسمتت باشه همونه برو ببینم چی کار میکنی برو شیر من چرد زمانی یادت ننا دیگه به هند نباید ببازیم که بابا سلام آقای چوبرالی سلام خوش آمدید آقای چوپرا ببخشید من یک دقیقه میتونم با خانوم ابریشمی صحبت بکنم اختیار دارید اختیار دارید البته منم برم یه سر دوستان چیکار میدارم میکنم خب خواهش میکنم بفهم خب خانم ابریشمی من بله میخواستم خدمتتون عرض کنم که خالی زاده دو ساعت قیمت زدی اینجا وایسادی چی کار داری میکنی؟ هیچی ما همینجا هستیم کار نمیکنیم من مطمئنم شما دارین زیرزیرکی یه کارایی برشون که مهنوز شد از خواستگاری که اومدیم باید حسابی برای ما بگین چی خبر شده دارین چی کار میکنین زیرزیرکی خواستگاری چی؟ بوله جناب سرهنگ انگار نه یه چیزی زدن گیج میزنن ولشون کن اصلا تو باغ نیستن برو لباسات عوض کن میخوایم بریم بیرون کجا؟ بابا میخوایم بریم خواستگاری برای چوپرا خواستگاری چوپرا از کی؟ از یه زن خیکی چه میدونم یه کسی مثل که از آشناهاشونه دوتا دوتا اون ماله حالش سرنگ شیری یاروبان میگم این اعیاد شعبانیه که هستن من تقویم ندارم روزا رو از دست دادم همه نیمه شعبان جایی قرار نذارین ها جناب چوپرا میخواد نامزدی بگیره چه خوب اصلا ماه شعبان همش عیده بله بردشین موفق شدی؟